السلام عليكم. طيب ممكن بخير لازمو غنلته دا به خویته موږ مشران موږ دوستان موږ ورونه مسکاو کار او پروسه کې افغانانو هغه کورو ګوري چې خپل لاسو یې آباد کړی خپل لاسو یې آباد کړی او د افتخار ژوند سرته رسوي او نه تنها یو مړی ډوډۍ د ځان لپاره برابروي بلکې په زرهاوو او سلهاوو زره افغانان په داخل او خارج د افغانستان کې له دسې وسلوپل څخه مستقیمه دوستانو زه په دې باور لرم چې احمدزی صاحب حتماً دوستانو سره خبرې لري زړه خواله کوي قد مخکې له دې چې احمدزی صاحب ته د خبرو رشته ورکړو غواړم په مختصر ډول سره د سیوستوپل په هکله باندې یو دوه کلمې خبرې وکړو له دوه نیم کاله را په دې خوا چې په افغانستان کې او له هغې څخه مخکې په افغانستان کې همیشه کتلوی مهاجرتونه موجود و خصوصاً د درشکرین ناخوالو نه را په دې خوا نن په روسیه کې تقریبا 150,000 افغانان ژوند کوي له هغې جملې څخه 50,000 د مسکو په ښار کې له هغې جملې څخه دلته په سلهاو 200,000 جنرالان دي 200 جنرالان دي سل نفر په شاوخوا کې وزیرانو مینانو والیان دي سلنا پر ژورنالستان تقریبا زرهاو متخصصین دله زره کادري افسران دي څلور سوه نفر دکترا د علومو لري دا د روسیې په ښار کې میشته افغانان دي موږ ډېر انتظار وخت کړ د دوه نیمه څخه تر اووه نیم کاله پورې چې شاید د دغې یا هغې هېواد یا د ملل متحد تر رحم لاندې موږ ژوند وکولی شو ولې ومولیده څه د هېچا په موږ باندې زړه ونه سوځېده او هېچا په موږ باندې رحم ونه کړ وینان په خپل افغانانو باندې ملا وتړله او په اووه نویم کال کې په دغه منطقه کې د افغانانو د مرکز بنیاد کېښود او له هغې څخه تر نن ورځې پورې د سیوستوپل په ښارګوټي کې د افغانانو په مرکز کې
په مختلف وختو کې لشپږ او څخه تر لس زره افغانان په دوامدار ډول دلته کار کوي چې په څلور سوه رسمي کمپني او شرکتونو کې ثبت او رجستر دي. سربیره پر دې چې افغانان دلته خپل تجارتي کاروبار کوي، د خپل کلتور فرهنګ د ښه ساتلو په خاطر او هغه ته د ارتقا ورکولو په خاطر باندې موږ د سیوستوپل په ساحه کې د خپل مرکز په ساحه کې یو مکتب لرو چې هغه په خپله باندې مستقیما د افغانانو طریقه تمویلیږي. موږ محلي تلویزیون لرو، موږ درې محراب مسجدونه دلته لرو، موږ ازاده ورځپاڼه لرو د نوید په نامې باندې چې ازادې خپرونې دلته کوي، درې څلور مجلې لرو چې میاشتنۍ مجلې دلته خپرېږي، خیاطي لرو، افغاني نانوایي لرو، افغاني سلماني لرو. خلاصه د خپل ژوند د کولو لپاره مو تقریبا یو کوچنی ښارګوټی جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې نن افغانان د دې انتظار لري چې په وطن کې د سولې په راتګ سره چې افقونه یې موږ وینو د خپل وطن د بیا جوړولو لپاره د ټولو ورونو افغانانو په څنګ کې ملا وتړي او خپل وطن آباد کړي. دا د موږ غږ ده، دا د موږ آواز ده، او موږ دې دغه کار ته آمادګي لرو. یوه خبره بله هم غوښتله چې عرض یې کړم، د سیوستوپل د محترمو تجارو ورونو کلنۍ دوراني سرمایه 200,000 ډالر ته رسېږي. دا هغه سرمایه ده چې نن یې صرف د مسکو افغانان په خپل اختیار کې لري، ټولو افغانانو ته چې په خارج کې ژوند کوي. زه فکر کوم چې د هغو څخه زیات دغه افغانان چې په خپلو مټو او بازوګانو باندې په حلال ډول سره لاس ته راوړي دي، دا پرون تجاران نه وه، ژوند تجاران کړل او نن د یوه افغان په صفت باندې حاضر دي. نه تنها خپله سرمایه بلکې خپل عقل او فکر چې لري یې د وطن په آبادۍ کې او د وطن په بیا جوړولو کې په کار باندې واچوي. ورونو، اوس له محترم احمدزي صاحب څخه هیله کوو چې د وطن د بوی آواز د وطن آواز موږ ته یې راوړی ده، د وطن زیر یې موږ ته راوړي دي. د لوی اختر د مبارکې ورځې د درېیمې ورځې په مناسبت باندې زه امیدوار یم چې هر هغه څه چې احمدزي صاحب لري تاسو دوستانو ته یې ووایي. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. کدام زبان برتان آسان تر است؟ ببخشید دلتا پختون تاجک ازبک هزاره نه پختو باندې ټول پیږي که نه پیږي؟ څوک پختو باندې نه پیږي؟ کومې زبانې وغږېږي همتا سره ته وایي ما ته فرق نه کوي. که انګریزي وایې ته انګریزي درته ووایم. انګریزي خو بنده غواړي روسي غواړو صاحب، روسي غواړو. روسي جنجال دا ده، ما ټوله روسي په سکرو باندې ده. کاک تله کاک ساژه بله نورې ماته نه ده فرمانو دې باندې غږېږي که هغه باندې روسي باندې پېږم ما دې باندې ما پېزه کار روسي کار کړی. لومړی د اختر مبارکي ټولو ورونو ته ورکړو. خدای دې په خیر وسات، خدای هم بېرته کور ته راول. موږ دې امید کړو چې ټول هم بېرته راست او په عزت او په ورورولي خپل مشترک کور بیا ودان کړو. کور ویجاړ، لا هم ویجاړ، په یو چند نه آبادي، په دوه نفرو نه آبادي، په ټول افغانانو به آباد سي. دومې تاسې نه مننه کوم چې دا موقع م راکړله. زه به په لنډې توګه یو 20 دقیقې تاسو ته د افغانستان بیا ودانونې باندې وغږېږم او بهتره به دای بګنه غواړم چې ما د درې هفتې مخکې لوی عملیات کړی و مجبوریت نه لم ټوخېږم او پس دغه نه بهتره به دای چې یو بل سره وګړېږو دې په چای چې څوک نوت کوکې دا چا چې درس ورکړې نقصې دا ده چې یو ورځ په خبرو راسي بیا ځان نسي درولی
نو ایلا دا چه زکم ساتی که چه زن باندی کنترول راول افغانستان د جوړول اصلي چیلنج دی او دولت جوړول خطه به بیا جوړس مرکه دولت جوړ نسی افغانستان کې ثبات نه راځي د دولت جوړول افغانستان کې پنځه برخې اول امنیت ملی اردو او د ملی پولیس د امنیت اساس تر څه په دې مقادل نسو چې په واقعي توګه یو ملی اردو او یو ملی پولیس منځته راوړو افغانستان کې امنیت راست او بې له امنیت نه افغانستان کې څنګه په لویې جرګې کې دا پنځه شاید چې درته وایم ټول لویې جرګې نه وتې دوم ادې دپاره چې افغانستان کې ثبات راسي ټول عایدات باید مرکزي سي موږ غریب خلک نه یو خپله هم ځان هم غریب کړي ځکه چې عواید د دولت مرکزي نه او نن ځکه دا ایګر پایس باندې ټول دنیا کې ګرځم چې د مملکت بودجه تمویل کړم راتلون کې کار کې به زه ډېر تر وخت په ولایاتو ګرځم چې عواید مرکزي دا د ګمرکاتو سرتاسري تغییر غواړي سر تر پایه او له ټولو نه عمده شه افغانستان ته د افغانستان تاجر بېرته راتګ غواړي افغانستان په خارجي کمک باندې نه آبادېږي په د افغانستان په تاجر باندې آبادېږي مګر نن د افغانستان تاجر اعتبار نه لري چې بېرته افغانستان ته راسي دې باندې باید سړه سینه کینو او وغږېږو چې په څه شرایطو لاندې باندې افغانستان تاجر به بېرته افغانستان ته راسي نن مو کامل کمه دنیا کې شپږ وزاره تاجر لري هر یو سره څه پانګه ده که دا راسي زه خارجي کمک ته به ضرورت نه مردان نرازی زکت نن اعتبار نلی او ده اعتبار در آتک شرایط باید ورته برابر سی رشوت اداری فساد بدامنی ده ده موجب کردی دوی برتران سی او ده شرایط باید تغییر بود درم قانونیت شخص مخصوصا هغه اشخاص دولت کی باید قانون تا بید بیلی دینه چه فرد دی قانون تا بید نسی هغه ملکی ثبات نرسه اوی موک اصلی کار داده چه اساسی قانون باید اصلی مشکلاتم حل کی او دراتون کی بنسرد کی چلورم اداره ده نن دوسته و چلویک سر نفر اداره که کار که اتیا فیصد ده خلکو ده زحمت موجب دی ایده بجایی خلکو ده سهولت پیدا داد یواز یواز ملکی خلی نن ولایت ده افغانستان که یو سل ولست داره نفره یو در سهولتو که مرکز نماش اخلی مرز خودی دوی پا کار نپیگم دوی چه که خلکو ده او غیر لدنه چه اداری اصلاحات را نیست بیا هم سو باید پینزه ما برخه اجتماعی برخه ایموک ملک که فقر معلولین کنده طول محروم که دوی تر لاس وان نخلو او دوی تر شرایط تغییر را نولو افغانستان که بیام اجتماعی ثبات
نو ایده ده پاره چه دا پینزه انصور سر یوز ایمو پلان نو باسازی ده پاره بیاد ودانهول ده پاره چه اول مکشپک موضوعگان تاکر چه پا اغبان فوری کار شروع است اول ده سرکو جوره ولی ننزه تاستا زیره در کم چه ده افغانستان حلقوی سرکونه نوی فیصده به انشالله ده عمل پیمیست بانده کار شروع است کابل دوشی دوشی قندوز قندوز شیرخان بندر پل خم طالقان فیض آباد پل خمری مزار مزار آقینه مزار شبرغان کابل جایباد جایباد تورخم کابل هرات کابل قندار قندار سپید بولدن کابل بامیان قندار هرات طول باید به کار شروع است سلور سه میلیون دلار دید پار پیدا است دویم او بودی پس لپینزه کل اوچکلی نه که اوانستان که او بود ترلاس نیست مخبل راتون که نسل تا صده مرز او اوست پا همده بانده اخته یو چه اوست سرکونه ترلاس سوی دی کم لکمه پنجوست بنده وارده او متوسط بندون او شپک پینزه تا شپک لوی بندون بانده سک کال کن کار شروع است دریم د کلیو انکشاف اته ولایتو کې به څو ورځو کې حداقل درې ولسوالیګانې چې مهمترین ولسوالیګانې دي یو څه پروژې شروع سي چې هغې کې هر کلي کې د کلیوال به دا فیصله کوي چې ضروریات یې څه دي او څوک به اجرا کوي هدف دا دی چې دوه کالو منځ کې هر کلی د افغانستان ته شل زره ډالره ورسوي تر چې خپله د کلي خلک په دې باندې فیصله وکړي چې څه کوي او په څه توګه یې عملي کوي تاجر ته یې ورکوي خپله یې کوي این جی او ته یې ورکوي په څه توګه یې اجرا کوي څلورم د کلیو د ښارو انکشاف له یو خواته اووه عمده ښارونه او له بلې خواته د کابل پر اتون کو شپگ افتو که ایل از کابل ماستر پلان با جور سن دی آقا خان محسسه بیل کنفیس نه مکسر کار که چه دی کابل دی بیا ودانه ولی پروژه عمومی پلان تر سر سی او پس لگنه دی مخصوص پروژه لخوا عملی سی پینزم ام پلان داده چه هر ولسوالی یو منظم دولتی تعمیرون جور است آرف پروگرام سکال امو که لده داده چه پیتو تا اتیا میلیون دلار باد وقایوی تب بانده اولگی تر چه زنه بگم تاس کل خبری کنه طبی حالت نه افغانستان نه بدتر ملک طول دنیا کنست هر پینزل از دقیق ایمو گیا وقت زمری او حقا تعداد دی موک دی جونی اولکان چی پینزل کلن گیتا نرسیگی دنیا که لطول ندیر تگر دا موک دا شرم ده دی شرم دوام مانا ده دیده چه افغانان رحم نلری او یا اجتماعی احساس نلری هم ده توگه و ایمو عمومی پروژه داده چه طول انکشافی مسائل دول از برخو که ویشین او دی دول از برخو که هر برخی که یو سلا وزارتون سره یو طول سوی او طولو مرستو کون کو بانده
یو باری که چه هیچ مرسته کون که نیسی که های چه دری پروگرامون دیرتر انفال برسه دلیل داده چه مون وارو چه دی مرسته کون که فعالیت محسوس او تعود محسوس زکر که هر چوک پندوز داره دلار دلتا و دو سازار دلار ارت مصرف آخر که باید شید تنها یو برسته کون که کوایسی سلده تعود نو گرزی پشارت چه اول دری برخو که هر برخی که درس میلیون دلار وار که او پس دقنه هر بل برخی که واری چه برخو اخلی درس میلیون دلار نور را سر برسته بود پا اگه چه او کارت که ایمد عمومی شای وقت سیز وزیر دی مالیه سون پا دی جولای پا میسته که این بود که یو کران یو کران صفر اوانم بودجه اخیسته و پی یخ باندیم لیکلی و المرت هم اوالا کرده و سک کالیم او اما یو نیم میست پده تیریسو چه بیا کچکولو گرزوم تر چه آدی بودجه تر سرک هدف سک کال داد چه دیمارچ تر شپارسیم ولسیم میپوری موگ با هم خپل داخلی بودجه هم انکشافی بودجه په درسته توګه تمیل هیله داده چې سږ کال د عادي بودجې به پنځه سوه میلیون ډالرې چې دوه سوه میلیون ډالر به داخلي عاید نه ترلاسه راست او درې سوه میلیونه تر خارجي عواید تر اوسه پورې ما یو سل پنځه اویا میلیون ډالر تعود نیولی له خارجي مرسته کوونکو په عین حال کې موږ په دې بریالي سو چې موږ ټول قرضې چې جهاني بانک سره نړیوالي بانک سره آسیایي بانک سره او آی ام اف سره بینالمللي د پیسو صندوق سره وي چې اته څلوېښت میلیون ډالر باندې رسېدي ټول خلاص کړو دا یو میاشتې نورې وخت ونیو تر چې ما خلکو ته قناعت ورکړو چې د هغه نظر نه امکان د دې موږ ته برابر سوی چې اوس دولت په ډېر آسان شرایط باندې هغه قرضې واخلي چې عمده انکشافي پروژو دپاره پکار دي له هغه نظر نه نوي کال کې قوي احتمال د دې سته چې څلور سوه تر اته سوه میلیون ډالر مرستې نه چې به راځي چې د یو اشاریه پنځه میلیون ډالر په چوکات کې دا به د دولت له لارې نه جوړ کړي دلیل د دې چې دولت د بودجې باندې ما فشار ده اداد ایده دی پاره ده چه ظرفیت دی دولت به تغییر و نکری ترس دی پیسو مسئولیت رو بلد اما پا این حال که مو باید دی اصاب چکتن شد بیل دینه چه او کرایسو چه خپل خلق کتا او بایم دایی طولین تا اصاب برکو مو باید اعتبار نکن زکر ما تصمیم نیوله چه طول مصارف به او اوید به ملت به اختیار که برکن هر جورنالیست چی وارید تو زارت مالی اسنادو گوری زباید او روز پرد لحق نظر نه امکان دی دیست چی دا کال برخلاف دی تیر کال به دی استرار کال نی بلکه دی موقف برابر سی چی موگو کرایسو چی دی افغانستان ولست یو تر لاسه ورکو ایموک مشکلات لا هم زخت دید که چوک در توایی چی مسئله است که السوی دی زانت هم دروگ وایی تاستن دروگ خندونه زخت دید مرموک یو شایله رو چه اکثر دنیا که نسید اقد داده چه عادی افغان کلیوال دی باندو خلکو دی خارو وگری سل چند دی موگو تاس تعلیمی افتا خلکو نه اولان دید اکثریت دی افغانستان با بیسواده ای مر سیاسی شعوری دی موگو تاس ندیر دارد افغانستان عادی وگرو بانده نور چوک لوبی نیسی کواد چپی لوبی مولی دلی
خیلو بیم ولیدن نن د افغانستان خلق ستړي دي له لوبه له موږ تاسو نه لوبه نه غواړي یو او بل دا نه مني چې روشن فکر ته یا بل چا ته ادې موقع ورکړي چې دوی آینده هغوی وټاکي خلق د افغانستان حساب او که نن څوک دا موقعیت له دوی نه واخلي چې د دوی آینده بیا په خطر کې واچي خلق د افغانستان به موږ د برق په سیمونه وزړوي دې باندې باید ټول پوه شو چې خلق د افغانستان دې ته حاضر نه دي چې څوک د دوی آینده په خطر واچي ادې دپاره ما امید داد چې سره له دې ټول خنډونه تسته احتمال دې سته چې افغانستان کې ثبات راسي مګر په عین حال کې خطر ډېر دی دا دوه کاله چې موږ مخکې دي یا پنځه کاله عیسیت د تعداب لري که تعداب سم کېښودل شو تعمیر به سم وي که تعداب کوک کېښودل شو بیا م د رښتیا خدای را باندې رحم کړي او په آخر کې بیا زه غواړم ووایم چې زموږ ټول هڅه باید په دې کې چې هر څه چې تېر شوي هېر کړو هر چا افغانستان کې چې هر څه کړي باید ملت دې ته حاضر شي چې مسایل هېر کړي او یو نوی فصل خلاص کړي وخت دې راغلی چې ټول سره بیا ټول شي او په یو لاس په یو موټي او په یو اواز داسې او افغانستان جوړ کړو چې هغې کې نه تبعي سي هغې کې نه تفریق نه هغې د دې احساس وي چې یو افغان په بل افغان باندې بهتر ده غیر له اساس د دې یواځې باید خدمت افغانستان ته ایله ده چې موږ وکړی شو موږ او تاسې په ګډه داسې افغانستان جوړ کړو چې رښتیا د موږ او تاسې د ولس د افتخار ځای وي او بیا حیثیت د افغان چې رښتیا د افغانانو د خلکو دی په دنیا کې اوسي اوس نو زه غواړم تاسو سره ووایم السلام علیکم هرڅنه لمړی تاسو ښه راغلاست مسکو ته غوښنه وروسته موږ په مسکو کې میشت روانان د نوي دولت د لنډمهالې ادارې د جوړېدو سره سم ټول په دې هیله وو او اوس هم یو چې کیدای شي له هغه بشري پانګې نه چې په دغه هېواد کې پرته ده ګټه واخیستې د بده مرغه هغه پروګرام چې نړیوالو ټولنو جوړ کړی و چې ستاسې پوهه ستاسو د هېواد دپاره موږ تقریبا هغه مؤسسې ته تر درې سوو پورې افغانان چې ډېر ښه متخصصین و بېلابېلو برخو کې ټول په خپله خوښه یعنې داوطلبانه توګه چمتو شوي و چې لاړ شي یو ځواب بیرته له افغانستان نه رانغی دا د دې سبب شو چې روسي مقامات په دې کې ولیکي چې د افغانستان ځینې مشران دغه هېواد سره او دغه افغانانو سره دلته اوسي په ښه سترګه نه ګوري دا یوه خبره زما بله پوښتنه
دا یو معلومات و دوام از ما پوښتنه ده چې په تیرو څو کلونو کې ټولې پیسې دلته چاپېدې، آیا هغه تړون تر اوسه پورې اعتبار لري او هغه قلبونه مالیه وزارت یا افغانستان مرکزی بانک ته رسېدلي یا مات شوي که څنګه؟ آیا په راتلونکي کې به هم مسکو کې یا روسیې روښانهاند روښانفکرانو سره هغه اړیکې دوام وکړه چې په دا تېر یو کال دو میاشتو کې مرکزی دولت ساتلی دی یا موږ یې نه احساسوو او هغه سره هممهاله موږ نشو کولی دغه اړیکې هغه څنګه چې لازمې دي د افغانستان د سیاسي نمایندګیو نه په مسکو یا نور ځایو کې احساس کړو. نو دا خبرې زما یوازې یوه اقتصادي او نور عمومي دولت ته ولاړ دي. تاسو له خورا غني وینا نه ډېره مننه هر اخیز نه په پای کې بیا زو شخصي پوښتنې هغه به م وکړو ستاسو مهربان. اول زه غواړم زیری درکړم چې نن ما ټول قالبونه مات کړل. نن لس بجې نه تر دولس نیم بجو پورې موږ فابریکې کې ټول قالبونه مات کړل. یو دلیل چې مسکو ته راغلی یم د همدې لپاره و او د مرکزي بانک متهم دوه معاونین ما سره وو، موږ ټول شیونه مات کړل. راتلونکي به دا پیسې بیا چاپې نه سي. د پیسو د تبادلې پروسه تر سر رسېدلې فضل د خدای خلاصه سو. دوم تاسې د لیست په برخې کې نن زه تور سړی یم رښتیا درته ایله ده چې تاسې زه کلیست جواب نه دی ورکړ سوی ادې دپاره نه ده چې کومه دسیسه ده. موږ کافي انسجام نه لرو دولت کې. دا د دې نه ده چې کومه توطیه ده. عین شی آلمان کې، پاکستان کې، ایران کې، اودې کې موجود دي. ځکه تر اوسه پورې یو منظم مرکز نه ده جوړ شوی چې ووایي چې څنګه د دې انساني پانګې نه چې باندې پرته ده په اصلي چوکاټ کې برخه واخلي. په عین حال کې مسایل دي. اول دا ده چې معلومه نه ده چې څنګه رښتیا تخنیکي ظرفیت سړی وټاکي. سلها نفر پاکستان راغلي یا امریکای نه وایي موږ دکترا لرو. 50% ما امریکای کې پسند دي چې دکترا نه لري. دا یوه خبره ده. باید یوه لاره یي چې د خلکو اسناد په سمې توګه وکتل سي او دا وګوري چې څوک تخنیکي دي څوک نه. دوم لا اداري ریفورم وزارتو کې نه ده راغلي ځکه هغه خلک چې هلته دي ډېر ډار کې دي. خلک یې چې څوک چې له باندې نه راځي دوی ځایونه نیسي ځکه همکاري نه کوي او دا د دې ضرورت کوي چې یو سر تر پایه تحلیل د هر وزارت وسي چې کار یې څه ده، څه ظرفیتونه یې په کار ده او څنګه خلک په کار دي چې دا عملي کولی شي. وزارت مالی که هم دا کار ما شروع کرد. دریم جنجال داد چی دی ماش فرق خلق چی دی بانده نرازی خارجی مسئول لازم سر لده چی آن ماش چی ورکی پا اغا ماش من تو گزار نسی کابل کابل نن کابل باز نهون المسکو نقیمت تر که ما خبال تقاط پیسی ندار لوی کابل که ما دو ورز گزار نکی زماش نلرم مر په دې ماش کې څوک گزاره نسی کوه. کورونه ډېر ګران دي، عامه وسایل د عامه نقل لا نسته
اما شو نزک دیر کن اوستی او توک لبند نرازی داخل که توک دلست دولار ماش اخ او اگه دو سا پندوس یا سلور سا دولار ایچ نید دل دلتا تاس نظر کن مرکل تای وکی یوی خلق لیوانی سی او ده نور شاواخ بل حساب داده چه افغانستان که میار ماد سوه هر چوک تی رازی کم لکم ده وزارتی هم موینه ده واکی ما یه رازی هم چه تاویلی چه مدیر بده کم لکورمی او بیامی ندالی دلی پاک نکرده دروغوه راقی نیم ساعت که نست زوغه گیر مسترسم صفحه مینه چه دی کلیدی چه کاروی پخوانه چه بی خود ما مرو مالی مدیریت که وای نه بابا ما پلار مرته میده کنزلی کری پا پخته که دبل شای را تبیدی نو دا جنجال ده ایده لاره باید پیداست چه او منظم دا اداره جور است چه دیده مشکلاتو لاره پیدا بید مگزین خلق سر بتماس که دای ما کار نو زکت چه هر تو که ترلاسه که باید زخت دیر اوسه لولید نه نیمان فضا ده چه چا پانده اعتماد نست اوست ما تا که گوری ما یو کات سوید یو قرنده پانچوز دولارم یو واری ما شخص در وقت داره بلواری بس لیه چه بازید مالی هستم بس لغنه میگو داره بلواری مهر ما تا وید چه بسرها دولار رو پمیست که ما شخص او بخوانه دوانیم لکه دولار ما شو وقتی جوان نریوال بانکیو نو یو چاو کات بکارد دا چاو کات که تاسم رسته بکارد زکر چه ایموک محدودیتون رو باید پوست چه دا ظرفیت نلرو چه دی سرما عظیم پانگه نه چه دا افغانان دی چه باندی دی پا درست تو گگتو کن نو ایما پیشنوات تاسو دادا چه نور افغانان سر یو حیات جور که یو طرح جوره که چه برت راسی حکومت او پده چه او کارکی مشکل حل سی که هاگه که منز کم افراد دی چه دی مالی حسابی متخصصین دی ما تیراکیم زبا فوری عمل او که غواره چه نورو برخود کابینه سر دی زمینه دی ارتباط برابر چه زم اختیار کیم زبا فوری لستغوی تاورکم ایله دا چه دا یو دریم سوالم درلو دریم هم چه واقع بیرش ما یو بلا پخنه سمانه پا دوان با آقای بیت کود د هغو پیسو ترمنځ چې تاسې رسمي تاسې ته ویل شوي وو او هغه هم چې بدل یې کړې تفاوت منځ ته راغی هغه خو موږ ته وویسي موږ ارقام باید دقیق معلوم دی رسمي اعلان شو چې دیارلس زره میلیارده پیسې نه اول سر آخر کی اول سر اتلس اول سر یا اتلس سر تراب سب نت پست بختن و کی اما زیر کی دقیق نست ما دیگ پس مثلا بچه ویلی چه تیر بدل کن چانه پخته نکی گیده ای پینزو میلیارد زرو چیشی داده چه ساختنگی پیسی روانی دیر خلق پا کلاس درو ایم خبر داده چه بیم دولاری یاد دان چه پروسه دوم رو اگده کن نورو ما مالی که دا پروسه یو کال تر دو کال وقت گیو موک دی شرطو کی بود چه یا دا منو چه دو غمره نخص بکی باسو اما تر سرکوی دیر لنده موده که او یاد داتی که نو او دو کاره تر نیسو چه هر ارقیران حساب کن ده اقتصاد نظر نوی دیدی پر چه ده افغانستان بیا ودان سی بیدی پیسو لوحدت نه افغانستان که هیچ کار رو دیدی سو کن چو برجه بانده هر وقت بازار تطلی چو برژیک بده پشاکیم او مکتا معلوم نو سور پیسی دی افغانستان ایده دی پارا لازم آوه چه هم دا اومنو چه یو سسلا پیسی زایی که اما پروسه تر سرکی گیزر دا طول دنیا که سابقه نرید دری میستو که دا پروسه عملی سیم مگو کرایشو چه دا عملی کن اوس دا چه ملت با چنگه لچانه حساب اخلی دا ملت پوری ترلی لوی جرگه رازی لوی جرگه که دی خلق دا سوالو
زما د دا چې وزیر د مالی مرکزی بانک دی باخه کې ځان دي زونه ارتیکل دی ما یې د شنه لري که سمه کوي چې تاسو کولای شئ په لاسنا دی بل څه کار کوي مګر دا اسن چا چا کلی تو څه فکر کوئ دوه مخې لمنه روسی مطبوعاتو دوه میاشتې مخکې ولیکل چې د افغانستان په مشرتابه کې ځینې کسان د روسیې او شوروي پخواني ضد احساسات لري یوې پکې تاسو مشخص نوم یاد کړئ لطفا تاسو څه کړي دي چې تاسو نوم یادېږي په مسکو ډېره دلیل دا و چې یو روسان تللي وو چې د اروپایي اتحادیې سره وغږېږي چې افغانستان کې پروژې جوړې کړي ما روسان ته وویل دا د دوی کار نه ده دا د ما کار ده د افغانستان ته د مرستو ترلاسه کول او هغه باندې تصمیم ګیري یوازې د افغانانو کار ده دریم سړي ته ضرورت نشته اما روسان سره زه هیڅ نوی اختلاف نه لرم ما 15 کاله د روسیې د انکشاف دپاره د نړیوالې بانک لخوا کار وکړ دومره روسیا ایالات که ما کار کرده اکثر روسانو کار نده کرده ولس منطقه دی روسی تسکار تولیده یک طول بکی ما کار کرده 15 کال منظم $1.5 میلیون پروگرام که ما کارو که روسی که روسی سر زکوم اختلاف ندارم خبر دیدید روسی تاجر ده یا روسی شرکتو ده زمینه برابره ده چه وقتی چه موک آزاد مسایده که آقی که برخه وقت او یا یوگتی یا بایی اما دا زه هیچ مملکت اجازه نور کن چه حقا شاید چیز موک بانده تر لی بل چو قربانده فیصله بکی که نگلار پروژه موک جوڑه و دا یه موک فیصله ده که سالنگ موک جوڑه و یا نی جوڑه و دا یه موک فیصله ده روسیا موک تا کما خواستم رسته ندک ده نور علم رسته نگواری چه قراردادی پیس کارو که ده قراردادی شرایط موک باید دیگه مطبوعات رو میکنیم شناسی به زنگوری توگه و دفاع وزارت پورا پیسی نوار کوایی آیا وزارت دفاع پتیر کار که خبلا بودیجا پورا خیست ده زه چه تا پیسی نوار کم چه حساب رانی ده ملت ما بانده سپارل او بل زنگری توگه وزار دفاع نمافی کدش تا اسی معارف کنم نیوار زدیرو خواه کتا پیسی نوار کنم چه حساب پر نکی اما حساب دفاع داد نه پی جید دوگه موک داخلی منابع زخدیر کم دی بین المللی منابع چه رازی حقه بانده یو قید ده چه دا امنیتی امورو بانده نسی لگه دل که ده که ما تا داخلی منابع په اختیار کی زبا په ډیر اسانی مطلب دفاع وزارت دوار کړ تیر هفته کې 3 میلیون افغانۍ لیرات نه راغ ته دفاع بودجه تکمیل کی نو له هغه نظر نه ما تیجا جل نه درلو مگر اما قاعدت یوه ده هر څوک چې پیسې غواړي باید حساب راکړي شخص موجود ده هویت لري یا کارکی یا دریشی اغون دی زه فکر کنم چه وقت سلوی جرگی که ما تویل چه وزیر مالی است ملت لمان هم دا بود او دا باید حساب ورکم برد دید خبر ما تا خبر دیالوگ پیدان خزی ودل بلندی یا تغذیه بار مقدر است آیا که دایشی دل که میش سوداگر دی افغانستان مالی وزارت سره پی زنگری توگه یا ځانګړی ارتباط ولري کله چې دوی افغانستان ته راځي د شرکتونو په جوړولو او ځینو پروژې په ځکه ماته یو تجار چې راغلی و افغانستان کې د ریل یا پټلیو لارې جوړولې ماته یې په مشخصه توګه ویلی چې زه کله د وزیر صاحب مالی دفتر ته ورغلم چې پوه شي چې پروژه روسي دی هغه سړی کیدای شي حاضر وي یا نه وي کله چې پوه شي چې پروژه روسي دی ویلی چې تاسو حق نه لرئ چې د پټلۍ کار واخلئ په افغانستان دوه شی دي اول زازري هر څوک چې راځي د افغاني تاجران ومنه
اما دی گروپ پیس ز اشخاص سره نه ګورم ز زانګری تاجر سره نه ګورم زګت سبا ورنه کیسه جوړی کی ز منظمه توګه هر میاست دی تاجران گروپ سره ګورم او هر دلال دی تاجران چې راځي چې غوړي پنګ وګرځي او مالی دی مالی پرخ کی اول پرخ کی وګی زاسر مور سره وګی زانګری تاجر سره زګ نه ګورم سبا بیا کیسه جوړی کی چی یو یو لید بلی اونی لید او دای ما کرد نه ده وزارت تجارت کرد نه ده وزارت مالی کرد دوم سرای چی راغل ایو ما ارتوی چی دا باید پروژه پا مسایده اول بگی او گرزیگی تر چی معلوم اسی چی دا افغانستان پا گرده ده کنه ده هر چا تا چی وای چی رقابتو که سبا گرزی وای دی پلانی ملک مخالف ده اما زید وزیر دی مالیه د افغانستان یم اما مسئولیت یوازی او یوازی د افغانستان خلکو ته ده دا که چا باندې ښه لګیږي که بد لګیږي د رقابت شرایط باید آزاد و شفاف وي زه شاد د میس چا سره امضا نه کوم او که دی باندې خلک خفه کیږي باید واضح دا جرأت ولري ته وایي چې ولې اونوي که دا تعبیره ای پا دی بانده چیزی دی روسی ده دا دروغ دی سرمایه وقتی پانگ افغانستان که اچه ورکی که مانای دی تغییر دی موجودیت دی کار ده دا که روسی نرازی که امریکی نرازی ما بیتفاوت ده زکر چی خبره داده چی پاتسی افغانستان که افغانستان که شرط دی کار رو بی. اما پا این حال که دا نیسی که ترتیب دی کار دی روسی دا او محسون مرکزی هست که بخنه غورد چه خلق یو پا دو وزیران تاجران سرکینی چو چای یا بلشه چکی او منت که بیا امضا ترسی تا رقم خواه افغانستان نجونی که غوردی چه افغانستان جورسی راسی شفاف توگه جور که اما که دا غوردی چه در پرده شاته خبری اوسی دا بلشاته او غوردی زده دی قوت نلارم چه پرده شاکی چه سر وغنگی پا ورای طول سر وغنگی هر وقت دامق دی پانو میلی هر گروپ چه راست چه افغانستان که واری پانگا واچی افغانستان کارو که زاستری مور سر وغنگی شپایی او رازی حتی چلوی ساتو اما زانگری سری سر نکن نه نه میره باید بلکن اما زو اما میره تا چی معلوماتی او نه تاس خود موقف نیم بفرمید شدی محترم و ایسی و استاد خواربت تمام مشکلات افغانستان کم پیش با همه که معلوم است بلی جنگ وقتن امروز تمام بار دوش دولت کلونی افغانستان است اما پرابلم هایی که دیده میشه و او را شما یک و یک بدین واقعا ثبات نیست ثبات سیاسی وجود نداره اجتماعی وجود نداره مسائل وجود نداره خب اقتصاد کاملا پاشان است مسائل مالی در صفر تقرب کرده هیچ چیز عواید وجود نداره غیر از اینکه شما خودتان بگید باید تشکل بگید قدرگیری ولی با وجود همه چیز در یکی از صحبتهای خود شما 85 میلیارد دلار خب عرصه از این که گفتین ما به شخص یا به مسائل نظامی سیاسی نظامی مصرف نمیشه در بخش پروژه ها مشخص در کدام پروژه ها چقدر پروژه فعلا فعال شد یه همینطور گنگ مبهم است دومی که به اساس توافقات بن و تعهداتی که در توکیو صورت گرفت کشورها حاضر شدن که نظر به تاوان خود همه کس وعده کمک کرد و هی هم برای شما معلوم خواهد باشه که چرا این کمک های خود نمیدن یا اکثرا انکار کردن
چند فیصد خود را قبول کردن چند فیصد بودن ما بودجه نداریم خب ولی دولت افغانستان نظر به امکانات هر قدر امکان محدود هم که داشته باشه چه طرحهایی را تا کنون داشته که با مو جوان بین ملی پروژه های خود تا زمانی که به شما معلوم است بحث مسئول مالی تحلیل عمیق اقتصادی در کوتاه مدت در لانگ رن نداشته باشید و پروژه هایی که پرایوریتی بر از اونتی قدامت کدام پروژه پروژه های زودسامت پروژه های طویل مدت آیا این سر از این کار شده نشده اگر شما ای را به بانک جهانی یا به کشورهای دیگه به هر کسی که باشه شما ای را نشان ندین تحلیل اقتصادی صحیح مشخص از خود نداشته باشید اونا یک روپه هم به شما نمیده باید هم نتر اما قسمی که شما با کسی که به شما حساب نمیده یک روبل هم نمیده یک افغانی هم نمیده بنابراین در اینجا باید پروژه ها و دیگه که پروژه ها پرایوریتی پروژه ها کدام است نظر شما چه تحلیل اقتصادی صورت گرفته تا کنون نظر یک سال حکومت باید این بسرات مشخص شود و به پیشگاه مردم گفته شود خویی که ما میگذاریم از اینکه قانون اساسی وجود ندارد که همه چیز را باید تعیین کنند سمت دهه دایکشن بته وجود ندارد نفوذ شماری با تاسف وجود ندارد که اساس همه مسائل اقتصادی و مالی شما را فقط سرشماری تعیین می کند به خاطر شما تا زمانی که نفهمید چقدر تعداد نفوس ماست چقدر ما حیوانات داریم چقدر گاو داریم چقدر گوسفند داریم چقدر مرغ داریم چقدر مرکب داریم چقدر فرض میکنیم انسان داریم چقدر زمین داریم با کدام کاتگوری ها داریم چقدر جنگل داریم چقدر آب داریم این تحلیل ها تا زمانی که نفوس شماری اساسی صورت نگیره و منابع مالی تان این تشکیل میده اگر ما با گدایگری با سالها هم باشه یک کشکول در گردن ما باشه مردم بته ما سیر نمیشه و این پروسه ایست که این با مصرف میرسه هر لحظه این بودجه با مصرف میرسه بودجه باید پشتیبانه داشته باشه تا زمانی که پشتیبانه نداشته باشه که او اقتصاد کشور است تا زمانی که شما صادرات نداشته باشین هیچ امکان نداره خب ما فعلا از صادرات گپ نمیزنیم از اون مسائل گپ نمیزنیم که باز با ما گپ میاییم که ثبات وجود نداره باز هم گپ میاییم که فعلا همه هیچ چیز بده اختیار ما نیست ولی ما باید در مورد از اینکه ما باید نفوذ شماری بکنیم یا سرشماری در مجموع کشور این پروژه موجود است یا نه این طرح صورت گرفته یا نگرفته و کی را به عهده گرفته چقدر پیسه و پول در این مد نظر گرفته شده که اساس اقتصاد شما را تشکیل به خاطر از اینکه اگر تحلیل های اقتصادی شما داشته باشین بیشتر از در حدود تقریبا 70% عاید ناخالص ملی شما را زراعت میگه تکرار میکنیم که کدامش شما پرایوریتی داره کدامش زود ثمر است کدامش میتونه که مواد اولیه بر مردم افغانستان تهیه بکنه و از این جمله که پیش شما تشخیص شده باشه از این پروژه ها چقدر از این روی دست است و کدام مرجع پیشنهاد شده و چی مبلغی در اینجا مد نظر است خب مسئله سرک خب یک سال میشه این مسئله سرک هم هیچ شروع نمیشه و پیسیش هم نمیخوام از کجا تامین میشه میتن نمیتن او را خب بسیار مهم است مسائل مواصلات است تا زمانی که نباشه کاربار واقعا مسائل اقتصادی ارتباطات ما با ولایت ها نباشه این هم بسیار مهم گفت است ولی ما باید اینی کاتگوری ها را در تحلیل های اقتصادی خود باید داشته باشیم که منابع تا زمانی که ما منابع عمده عواید ملی خود را پیش خود نسنجیم که از کجا به دست میآید با کمک بیرون این رفته رفته کمک ها میشه با قرضه بازو قرضه را مگه افغانستان با قرضه از با رب ازی بتی نمیتونیم قرضه مردم با یک تعداد مردم میگن بلای واس در گرانت میتیم ولی در عقبش نشته میکنه مایره قرضه دیره با قرضه میتیم بس این وقت صحبت کنه سوال نظر لند که یعنی مسائل فقط من نمیفهمم شما یک لکچر میتین از خود دوست عزیز یک لحظه معذرت میخوام سر مدرم
ما به سیمینار نامدیم صحبته رئیس موین صاحب بسیار علمی و بجا ولی دو یک بخش سیمینار مسلکی اگر می بود که دمی بخش ما کار میکردیم برای ما برای شخص ما بحث ژورنالیست بسیار جالب است ولی گپ سرزی است که وزیر سلام به یک سفر رسمی آمدن مطمئن یک وقت اگر نیش نه یا تعیین شده با ما دارن بیان که ما گپای خود یک کلمه دو کلمه صحبت بکنیم هدف از نشست ما یک ملاقات تعارفی هست و آشنایی هست و با عمومیت دولت اگر هر دوست ما قرار صحبت کنه من فکر میکنم که وقت ما بیشتر ضایع خواهد شد و نخواهستیم هر دوست نخواهست گپای مشخص خود بگوید بیان که کوتاه بگوید اجازه ما یه چیز تشریح دادم البته معذرت میخوام که معذرت میخوام که مثل پشتوی ما کافی نبود که مطلب بر شما ایفا کنم شش اصل اصلی به حیث علویت طرح شد که هر کدامش به تفصیل خدمت تا نرس کرد و در سال آینده عملی میشه چون شما آدم تخنیکیستین میفهمین که از پلان گذاری تا عملی شدن یک پروژه در هر نقطه دنیا چند سال وقت میگیره مرد نشان بدین در یک نقطه دنیا که اکثرا در ظرف یک ماه سرش فیصله شد حتی که پول موجود باشه بنابرای کار بازسازی دو جز داره یکیش پنهان است یکیش شروع شدن عملی کار است که محسوس است قسمت عمده توجه ما در سال پیشتر در قسمتی بوده که مردم نمی‌بینند. تمویل هر یکی از این سرک‌ها حداقل 100 ملاقات از ما گرفتن. هر کدام از این شرایط داره. و هدف سر از این بود که در مرحله اول سیستم مواصلاتی ما فعال شد. براتون عرض کردم که قسمت اصلی تعهدات پولی برای سرکسازی با سرکایی که براتون ذکر کردم تهیه شده یک قدم کلان است کافی نیست کلان است قدم دوم آبیاری است که ما مشخصا سر از این موضوع کردم سوم باز عرض کردم براتون که 12 پروگرام عمومی زیر کار است که در داخل تهیه بودجه امسال تا اول عمل انسجام میگیره و مبدل میشه به پروگرام های خاص سرمایه گذاری کار ایسای روی دست است ایسای مرکزی مسئول شد چند مؤسسه بین المللی فعالا در کمک است در پهلوی از او باید شرایطی فراهم شد که رای دهنده معلوم شوند و دارای کارت هویت باشند سر کارت هویت لیسنس و پاسپورت به صورت فعالانه کار دارد تا معلوم شود که چه قضیره از رای سکتور خصوصی فراهم کده میتونیم و چه قضیره ما مجبور استیم پول بدیم برداخت اولیه چند کمپانی بود که 48 میلیون دلار از ما میخواست اما عجله در هر کدام از بدون بررسی شرایط تکنیکی دنیا پس لغت نیست همه در افغانستان خواهان تعیین ازمیستن که یک سر علویت ها تهیه شد و یک سر پروژه های اجرا شد اما امروز ما ظرفیت تکنیکی ایره خودمان نداریم که به سطح بین المللی پروژه تقدیم از این جهت محتاج کمک است این کمک ما در حال دست گرفتن استیم اما در عین حال افراد ما در تهیه از این پروژه باید دوباره تربیت شد در بلده ما چند انجینیر ما آمدن از امریکا شروع کردن به درس های اولیه اکثریت انجینیر ما ضرب تقسیم از یادشون رفتن ما روز اول که در پوانتون رفتم وحشت کردم اکثریت همکارای مرک در پوانتون از 20 سال بودن من نمیتونستم شناختم پوست مانده بود از گوشت و استخوان اثر نبود اونمو ظرفیت است که اصل
چلنج نهایت زیاد به تفصیل اگر شما تشریف آوردید میتونیم گپ بزنیم اما این بحثی که امید است دیگه دوستا سوالای دیگه داشته باشن با عذر معذرت میتونیم میره تکرار کنیم تمام سوالایتون بجای است سر تمام سوالا فکر شد یک سر جواب وجود دار شاید مقنی باشه شاید نباشه اما تازر است تو چیز دک با مغز نارسای ما رسید و تانستیم به صورت بینبلی با موافقه برسیم خدمتان ترتیب کنیم مسئول در چوکات بودجه سال نو که بودجه سال نو هدفش توحید تمام از این پروژه در یک چوکات واحد است دیگه دوستا بفرمید به اجازه شما درانت ما ولیس مالی افغانستان محترم کمال نبیزاده تاجر ملی وطن ما که در قدم نخست اجازه بتین سپاس بکنم از شما که هر گامی که به خاطر اتحاد مردم اتفاق مردم صورت گرفته شما دوتا تلاش کردین آمدن جناب قانونی سر دیجا بود ایدن زیاد دوستا رفتن شرکت کردن از نزدیک قانونی سر بدیدن با شما امیل ازه نشسته تجار ملی روشن فکرای ما دانشمندای ما که در سویستاپولیجه هستن میشه گفت از هر سبد یک گل آمدن جامعه نمونطوره که رئیس مرکز جناب جناسب غلام آمد گفتن به شما در ایجا ودیس مالی ما 500 اتاق داریم در ایجا مصروف هستن افغان ها که تقریبا رئیس های دو کورپوس هستن با 420 یا 450 شرکت رسمی که در اینجا رجستر هستن میرسن بنا هم خواستم اطلاعا اول به همه دوستارز بکنیم که تشریف آوری وزیر صاحب چطور ایجا شده وزیر صاحب همونطوره که خودشان گفتن همونطوره که رئیس مرکز گفت برای یک مسافرت کاری ایجا آمده بودن علاقمند شدن که یک تعداد دوستار از سویستاپول ببینن نبیزاده صاحب تماس گرفت که اگر میایین طرف ما که ما یک جای جور کنیم طرف ما بیاین و اگر طرف شما میگین رئیس مرکز گفت که بسیار خوب است که طرف ما بیاین روزی دست دیگر این خانه ماست فعلا در محلی که ما کار میکنیم این خانه ماست ولی افغانستان خانه مشترک ما هست سر از اوج مگه گپ میزنیم همون ما مشترک گپ میزنیم و سر از اینجا مگه گپ میزنیم ما مشترک گپ میزنیم در بعد صحبت های ما ترمیه که مثلا شما اگه پیسه ندارین شما اگه این پیسه را از کجا میکنین شما اگه قرض میکنین ما به این باور هستم که این خطاب نمیشه که شما وظیفه قرض میکنین ما اگه قرض میکنیم ما اگه وطن جور میکنیم ما نمیتونیم که از آغاز دهش سوختیم تا آخر یکی نیه که در این جستیم و در امریکا بودیم و در روسیه هستیم و در آلنگ هستیم نمیسوزیم روشن فکر افغانستان در تماما نمیاره نمی ششتن ما نمیاره به خاطر قضیه افغانستان است اگر در روز دید کی بود خوار کس مصروف زندگی کاربار خود بود ولی یک بار دیگه اجازه بتین سپاس بکنم از تشریف آوری شما از امی که خب یک لحظه سر پلان سال نه افغانستان لحاظ بودجهی نمقه ما در جریان میشیم همین خودش کلان گپ است برای ما امیدوار هستیم که دوستای ما اگر به ارتباطات مشخصی که بوی خوش ها بتر در صحبت های ودیس بسیار خوب یافتیم که تیر پهیر اگر سر گله و گذاری بشینیم جریب کشی کنیم صد سال دیگر در این بدبختی ها غرق میمانیم بیاین هر آنچی بود گذشت ولی عالم برای شما بگویم ما باز یک بار دیگه تکرار میکنم که در قضای افغانستان دیگه کدام الترناتیف دیگه وجود نداره که منتظرش باشیم که بخیر باز اگو آمد خوب میشه آخرین حرفت که جهان تصمیم خود گرفته دیگه که جهان نمیشه زد بیا در که حتما یا اونمت میشه یا ما دینیم ایسای بخود استادیم فقط یک حرف وجود داره که ما هر کی هستیم در هر کجایی که هستیم در هر موقفی که هستیم فقط برای آبادانی افغانستان هر قدر که وس و دست و قلم و پنجه و کتاب و توان مالی و مادی ما میرسه ما حرکت بکنیم ما به این باور هستم که در اینجا وزیر صاحب هم مغز متفکر در روسیه وجود داره و هم تجار ملی وجود داره ما به این باور هستم که وقتی که پول و مغز اردوش برای اعمار افغانستان حرکت میکنه گپ بسیار خوب است در اخیر من یک عرض دارم مشخص به شما که پیام ما را لطف بکنین به کابینه برسانید نام ما امان اشکریز است 35 سال در رادیوی افغانستان کار کردیم یگانه آدمی که علی بیروکراسی بر اولین بار مبارزه را شروع کردیم به نام برنامه های مرزا قلم علی بروکراسی ما شروع کرد. بله یادم است. بناهن من میخوایم پیام تمامی هر جایی که برم و میخوام معلوم است. خانه صفی صاحب افغانستان خانه گپ بین افغانا پوت نمیگه. ما موجا ملاقات داشتیم که شما را در جریان بانم یکی از دوستای ما خیست پیشنهاد داد که شما لطفاً برای دولت افغانستان برسانین که
چرا یک فرمان عفو برای ما اعلان نمیشه؟ یک فرمان عفو اعلان شد که کل ما برویم. فرمان عفو اعلان نمیشه. ما اونجا جسارت کردم، استاد شدم، ما گفتم معذرت میخوایم. هیچ نکدیم که منتظر فرمان عفو باشیم. هیچ کس صلاحیت داشت نمیافین که ما عفو بکنه. ما گفتم بیاین که یک فراخوان نمیشه بانه. یک فراخوان صورت بگیره برای جمع افغانایی که در خارج از کشور هستند. فراخوان ملی. ده ما موافق هستیم، اما کسی ما را عفو نکنه که ما هیچ کاری نکردیم. در حساب بازه کشیدن در صد سال دیگه میشه. ولی به این حساب من طرفدار یک فراخوان ملی هستم. پیشنهاد من خدمت شما می است که در اینجا همه کسایی که هستن جدی مثل شماها دلشان برای وطن میتپه، دلشان برای کار میتپه، دلشان میخواد که اقلا یک خشت یک چوبه برای عمران وطن، چه در تجارت، چه در معارف، چه در تعلیم و تربیت در مجموع بگذارن. این پیام جمع ما که در اینجا هستنی است که فقط صادقانه ما غیر وطن خود و چیز دیگه زیاد علاقه نداریم. و در اینجا هم همون شعر معروفی که من کجا اون دست بگوشیدن کجا ای باغبان ناله بلبل مرا اینجا به زور آورده است. اینجا فقط یک لقمنان تهم می کنن و امرار معیشت می کنن. تشکر از شما. تشکر بسید از شما جناب اشکریس. چند نکته شما بسیم همین نکته که نکات نیادم. اول افغانستان منظور مشترک ماست. از این خاطر همه ما مسئول هستیم. فرق ما و شما نیست. مسئله که بازم خدمت سازیمیست که بازسازی افغانستان، ثبات افغانستان، اتحاد مشترک تمام مردم افغانستان. هیچ کس باید از این پروسه کس دیگه حق نداشته باشه که ما نشه. همه ما زجر کشیدیم، همه ما قربانی دادیم، همه ما بحث افغان حق داریم که قدم نو بگذاریم. غیر از او اگر ما عادت داشتیم همیشه سر چند صد سال فکر کردیم. من یک دفعه پیش یک دوستم میرفتم، چند سند کار داشتم وقتی که تحقیق میکردم در پوانتون در سال 70 ایسایی بود. ای آدم بسیار مسن بود و تنها دلیلی که حاضر شد مرا چند سنده بده از خاطر از این بود که مادرکرانم از قریهشون بود. وقت در از این رسیده که یک ذره فاصله کوتاه تر میبینی. چون اگه ای چند صد سال حساب کنیم بسه مشکل میشه. چیز دومه که شما ذکر کردین ایست که ضرورت بسیار لازم بایست که باز یک طرز دید انتقادی در قسمت اعمال دولت و فعالیت دولت وجود داشته. دولتی که از پیش سوال نشه هیچ وقت مسئول نمیدن. دولتداری نو در افغانستان ایجاب یک قرار داده میکن، یک قرارداد بین دولت و ملت. ملت باید حق عزیز داشته باشه که از دولت حساب بگیره. بدون عزیز که افرادی که حاضر میشن در این وقت که در دولت کار کنن که به ملت حساب بتن، اعتبار ختم میشه. و این موجب عزیز که یک مطبوعات آزاد بوجود بید، یک مطبوعات انتقادی بوجود بید، یک ژورنالیسم که واقعا انکشافی است، یعنی کشف میکنه مسائل روی دست بیاد. رشوت و فساد اداری دور شده نمیتونه تا مردم جامعه سهم نگیره، یا از بالا شده نمیتونه. مهم است، بسیار ضروری است که مرزا قلم شما پس بیاد. منتظر هستیم. امید است که شاگردانتان مثل موارد نقش داشته باشند. باعث یک جوان و پروگرامه شما رو شوینده بودم، تأثیر کرده سر ما. امید است که بتاریم چیز را که شما گفتیم. واسه اون باسم امده است شما خودتون عمل کنید. هیچ کس باید معتل یک افت عمومی نباشه، چون وقت میگیره که برای که مردم سر افت عمومی موافقه کنن. چند باری مسئله بالا شد در کابینه اکسل عملایی بود،
من خودم شخصا طرفدار یک صلح ملی سر تا سری شد، چون قصه قصه حضرت عیسی وارز که وقتی گفت یک نفر سنگسار میکدن، گفت کی پاک است که سنگ اول پرتاب کن. این سوال باید تمام مردم افغانستان از خود بس سوال کن، سنگ اول کی پرتاب کرد؟ کیست که معصوم است؟ هر کدوم ما به یک شکل یا شکل دیگه معصوم بود. و نکته دیگه ایست که انسان برخلاف حیوان با شعور است و تغییر میکن. افرادی که در جوانی یک طرز فکر داشتن، در بلوغ فکر دیگه میکن. جامعه باید قبول کنه که فرد برخلاف فلس از یک قالب تره نشد، انعطاف داره، تغییر میکنه. و مسئله دیگه ایست که مشکلات ما بدون افهام و تفهیم حل شده نمیتونه. یک شخص یا یک گروه برای کل ما تصمیم گرفته نمیتونه. اگر میخواییم که در جامعه افغانستان ثبات به، باید افهام و تفهیم به وجود بیاد. بدون ایجاد یک فضای افهام و تفهیم ما نمیتونیم مشکلات خود حل کنیم. ما مردم یک نقص عمده داریم، پیش روی یکی دیگه هیچ وقت نمیخواییم یکی دیگر آزرده بسازیم، مسائل زیر قالین نندازیم، زیر گلب جمعش میکنیم. با معزی که پشت خود گشتاندیم باز میگیم بساد دو سادم بود. وقت ازی آمده که یک کم پشت سر کمتر پروپاگند کنیم، پیش رو هم رای که دیگه سر بحث کنیم، بگویم که سر اینی طرز اقتصاد صحیح است، اینی صحیح نیست، اینی طرز تعلیم و تربیت درست است، این درست نیست، اینی طرز اداره صحیح است، درست نیست. در خلال بحث یک جامعه معقول به وجود میاد، یک جامعه که میتونه سر خود حساب کنه. و امید است که ما بتونیم یک جامعه را خلق کنیم. درست است. هر افغان هر زاید دنیا که چه دای حق دیده لری چه هر فرد نا چه دای افغانستان پا کابینی که در دوال بود. او سوالی باید معقول جواب پیدا کن. دای ما افتخارو چه تاس داما و قیمت را کرده تاس خدمت درس دای افغانستان دولت که کار کول اوست مانا یواز یوده خدمت مکت تاس خادمی دا طرز دی برخورد چه وزیر خدای ناکده کم خاص شخصیت ده چلو نور نلوال ده او دی غرور خواهندی دی قبول ورن دی وزارت مانا پدسی او مملکت که پدسی او خوری که یوازی او یوازی باید دی خدمتی او دی او ریدلو تاسی طول فضل دی خدای دی دیر عالی نظریات خواهندی ز او نور طول ملگری می کابینه که تاست موتاج تاسی مکت ضرورت نلری مکت تاست ضرورت لرو زکر چی دی گرد دی وطن بیا ودانوی بیا هم وایم نا پا ما کیگی نا پا تاسی کی که توایی چی تی او زوایم چی زیم نا با تی نا با زیم که توایی چی زیم او زوایم چی تی هم با تی هم با زیم وقت دیده تیو موتی سو او دیر پا احترام پا فضا که ام مشکلاتو باندی اوغا گیدو ام ده حل پلا رو باند بیام لطاس نزدیک داری من خدای مو بخیر و سر سلام علیکم. سلام علیکم.
میره با رسمی موضوع دی پیسو دی چی متولو او درکو دی مرستو باندی با پس دقیق او سا اولی مره او وزیر دی مالی سا او دی مالی دی وزارت را کی دوسر بله دی راتون کی مرستو باندی او دی افغانستان او دی روسیه پگر منافی بود میره باید بخیر سلام عليكم.